در میهن قدیمی من مردی که پای تا سر او جهل است و مرگ و خون و جنایت، احکام تازه‌ای صادر کرده است. هر کو نشانی از نفس سبز عشق دارد اعدامی است. در میهن قدیمی من مردی که با عمامه خونی و دستهای چرک جنایت مأمور دادستانی نایب مناب حضرت مهدی است، در غیبت ولی جهان احکام جور را تکرار میکنه. علیرضا نوریزاده، سه‌شنبه 24 تیر ماه 15 ژوئیه، به شما سلام میکنم. آدم وقتی سفر میره روزاش هم به هم میرزه، به خصوص اگر به ینگ دنیا بیاد و جایی بیاد که 8 ساعت تفاوت ساعته، 11 ساعت هم پرواز کردی، 3 روز طول میکشه تا برگردی نرمال بشی، اون وقت هم باید برگردی دوباره 3 روز اون بر گرفتار نرمال شدن هستی. به هر حال زندگی های ما مگر غیر از این بوده است؟ قاعدتا وقتی در سفری ناچاری برنامه رو یه روز زودتر ضبط بکنی. حالا ما زمانش رو میذاریم در آخرین لحظه، ولی این هست، داشتم میمدم برنامه رو ضبط بکنم، اولا تو هواپیما که بودم خبر پیروزی آلمان بر آرژانتین رو شنیدم، چقدر خوشحال شدم. آلمانی ها حق دارن، لایق بودن، مستحق پیروزی بودن و به نظر من باید گلای بیشتری میزدن به آرژانتین. آرژانتین حریف قدری نبود، اگر به ما کلک نمیزد داور، ما میتونستیم آرژانتین رو ببریم یا حداقل مساوی کنیم، ولی خب کلک داوری که دیگه ندیدیمش، چون با یک خطاش رفت بیرون، اما خب لابد دستمزد کلانی بابت اون گرفت. به هر حال آرژانتینیا و این مسیشون ما رو کشته بودن، ولی آلمانیا خلاصه مسی رو هم کنار زدن و برنده شدن. تبریک میگم به ملت آلمان، لیاقتشو داره. هموطنان ایرانی هم که در آلمان خیلی تعصب داشتن، تو خود دفتر من بین یه نفر که آلمانی فرهنگ بود و یکی فرانسوی فرهنگ بحث و جدل زیاد بود که آقا بله فرانسه فینالیست میشه. به هر حال آلمان رفت، کشوری که به هر حال آدم وقتی تاریخش رو نگاه میکنه کشور فلسفه است، کشور فرهنگه، کشور ادبیاته. این بزرگا، شما هگل رو وقتی دارید نگاه میکنید، خدای فلسفه، میاد توی ادبیات، میاد توی اقتصاد، میاد توی فرهنگ. دکتر فرابخش ما هم آلمانی فرهنگه، در اونجا درس خونده و خب خیلی خوشحال بود تیم آلمان. بعد خانم آنگلیکا چقدر شاد بود، آنگلا مرکل، ایشون دیدارش با رئیس جمهوری هند رو، با رهبر هند، نخست وزیر هند ظاهرم، زیر سوال رفته بود. مگه میتونه یه نخست وزیری تیمش داره برای قهرمانی جهان بازی میکنه کوتاه بیاد؟ این اهالی ولایت فقیه هستن، اگر پیروزی باشه نصیب اونا. اونا دعا کردن، امام زمان به یاری تیم اومده، کشتیگیر پدرش در اومده، گوش شکسته، تن و بدنش تمام زخمی، بهرش و آقایون میبرن. موقعی هم که میخوان از ورزشکار قدردانی بکنن، اینقدر قدردانیشون کوچکه. شما فکر کنید نصیری بالاخره قهرمان جهان بود، چقدر برای ما افتخار آورد. استادیومی که به نامش کرده بودن تغییر دادن، در زمان شاه استادیوم به نامش شده بود، در زمان امام استادیوم رو تغییر داد. حالا نکته ای که قابل تأمل است این است که آقای جان کری، آقای ظریف و خانم اشتون ملاقات سه جانبه شون رو آغاز کردن و جالب هم است، یک دور، دو دور مذاکره آقای ظریف با خانم اشتون داشت. مشکلی که الان اینا دارن، ببینید در کل اینا باید روز بیستم توافقنامه رو امضا کنن. حالا ایراداتی میاد، طرف غربی میگه اگرم قرار ما تمدید بکنیم باید نکات روشنی وجود داشته باشه که ما رو به این تمدید تشویق بکنه، یعنی همینجوری ما نمیتونیم تمدید بکنیم. خانم اشتون حسنیت داره، دلش میخواد ماجرا حل بشه.
آقای جان کری درش خواهد ماجرا حل بشه، 100% آقای ظریف هم درش میخواد ماجرا حل بشه. مسئله اینه وقتی مقام معظم رهبری میاد میگه 190,000 تا سانتریفیوژ ما احتیاج داریم، اصطلاح سور هم یاد گرفته ایشون، واحدی رو که در مورد سانتریفیوژ ها به کار میبره. خوبه، خدای آدم یاد چه چیزایی میفته. شاه وقتی راجب اوپک حرف میزد، راجب اسلحه حرف میزد، میدونست وقتی میگفت هواپیمای F-14 تامکت چه خصایصی داره، رفته بود اون لاکبوکو خونده بود، رفته بود اطلاعات رو گرفته بود، موشک هاکو که صحبتش رو میکرد میدونست چیه. آقایون که میگن مقام معظم رهبری بنزه 10 تا جنرال روس از موشک اطلاعات داره، حالا اطلاعات کی نصیبشون شده من نمیدونم. اگر میومدم گفتن مقام معظم رهبری خوبه، میگفتن ایشون در مورد ستار خیلی اطلاعات خوبی داره، در مورد شک بین دو نماز، نجاسات، نمیدونم چیزای حرام در اسلام ایشون اطلاعات زیاد داره، قبول داشت. اگر میگفتن قرآن خوب خونده، اینو من قبول داشتم، باور میکردم. اگر میگفتن ایشون صدای خوبی داره، وزیر اسبق ارشاد گفت ایشون انقدر موسیقی رو خوب میشناسه که وقتی قطعه رو میزنن به نوازندش میگه خارج زدی، این تا این حد ایشون به موسیقی. ولی قربونت برم، اتم، موشک، وقتی آدم رئیس ستاد کلش حسن فیروزآبادی باشه طبیعیست، وقت راجب موشکم میتونه همینجوری صحبت کنه. به هر روی آقای مطابق گزارشی که اومده، دور دوم مذاکرات آقای ظریف با خانم اشتون سازنده بوده. حالا باید ببینیم که با آقای جان کری چه خواهند کرد. ببینید آمریکایی‌ها خیلی تکلیفشون روشنه، یعنی اونا چیزی که میخوان خیلی مشخص. یک، میگوید شما مگه نمیخواید برای بوشهر سوخت تهیه بکنید؟ 10,000 سانتریفیوژ شما داشته باشید، مکسیموم 14,000 تا، اینا برای شما تامین میکنن سوختی رو که نیاز دارید. به معنای دیگه یعنی اورانیومی رو که نیاز دارید غنی بشه، اینا میتونن انجام بده. حالا نکته این است که سانتریفیوژایی که IR2 قبلی بوده که ایران با کمک پاکستان ساخته، اونا قابلیتشون کمتره، IR1 مدرن تره. تعداد اینا باید مشخص بشه. نمیتونه جمهوری اسلامی من 190,000 تا سانتریفیوژ میخوام، اون وقت یقشون رو میگیرم میگه نه، پس شما نقشه دیگری دارید. داستان این نیست که شما میخواید اورانیوم غنی بکنید برای بوشهر، نه، چیز دیگری در سرتون. نکته بعدی مسئله آب سنگین عراق. اونو یه فرمولی براش پیدا کردن که نه سیخ بسوزه نه کباب، نه آبروی جمهوری ولایت فقیه بده و نه در واقع اونا گذشتی بکنن. یه فرمول پیدا کرد. نکته سوم موشک‌های بالستیک ایران. خب ایران به عنوان یک کشور که 15 تا دولت هم مرزشن در دریا و در خشکی و دشمنان زیادی هم داره، طبیعی است باید قدرت دفاع از خودشو داشته باشه. هواپیماهایی که داره در برابر هواپیمایی که حتی عراق خرید از آمریکا F-16 قابلیت دفاع از سرزمین ما رو نداره. هنوزم خدا پدر محمد رضا شاه رو بیامرزه، همون F-14 ها و F-50 های تایگرکت و F-4 های تامکت اونا هستن که آسمان ایران رو سیانت میکنن، نه میک-21 ها و سوخوی-24 ها. نه، خب در غیاب هواپیماهای مدرن ایران با چه چیزی خاک خودشو حمایت بکنه؟ ناچار موشک داشته باشه، سیستم دفاعی داشته باشه. بنابراین هر نوع موشک ضد هوایی که ایران بسازه لجیتیمت، قانونی است، چون ایران برای دفاع از خاک خودش نیاز داره انواع و اقسام موشک‌ها رو بسازه، برای اینکه آسمان ایران مورد تجاوز هواپیمای بیگانه قرار نگیره. وقتی امارات 70 تا F-16 میخره،
ما باید حواسمون جمع باشه. شاه یه زمانی که بحث پیش میومد میگه آقا این عراق سوء نیت داره، ما ضعیف بشیم اینا به ما حمله میکنن، و به همین دلیل سیستم نظامی رو شاه خریداری کرد که موفق شد عراق رو با اون همه که بادش کرده بودن، که فکر کنید یه دولتی مثل فرانسه میاد هواپیمای سوپر اتاندار، قانون اجازه نمیده به عراق بفروشه، اجاره میده. میراج اف یکا که تو آسمون خلیج فارس همینجوری میچرخیدن و حال میکردن. علارغم اینا اون نظام ارتشی که شاه درست کرده بود، اون نظام دفاعی که داشتیم، اون سیستم منظومه‌های موشک‌های هاک راپیر اینا که ما داشتیم خریده بودیم، باعث شد در برابر عراقیا بیستیم و همون هواپیماهای ما بودن در اون سورتی‌های متعدد، در اون روزی که رفتن رو بغداد 140 هواپیما رفتن و کاری کردن که کنفرانس سران غیر متحد در بغداد برگزار نشه. خب پس ما نیاز داریم به انواع و اقسام موشک‌های ضد هوایی، توپ‌های ضد هوایی، شبکه‌های رادار و منظومه‌های رادار که بتونه ردیابی کنه ورود هواپیمای دشمن رو به نزدیک خاک ما. اما ما احتیاج به موشک 3000 کیلومتری نداریم. موشک بالستیک نمیدونم شهاب 4 به درد ما نمیخوره. اگه کره شمالی دنبالش میره، برای اینکه یک کشور انقدری تو اون سوی دنیا افتاده، اون میخواد خودش رو به جایی برسونه که اگر زیر بمباران آمریکا قرار گرفت بتونه جواب بده. مگه ما میتونیم موشک به آمریکا بزنیم؟ ما مگه میتونیم 12000 کیلومتر موشک بفرستیم به آمریکا بزنیم؟ نمیتونیم. ولی 2000 کیلومتر که میسازیم اسرائیل رو نگران میکنیم، عربستان نگران میشه. ما نیاز نداره موشک 2000-3000 کیلومتر داشته باشیم، ما باید موشک های میان برد داشته باشیم، چون دشمنی که به ما حمله میکنه از راه دور حمله نمیکنه. دشمنی که به ما حمله بکنه از درون خلیج فارس حمله میکنه، از پایگاه انجلیک حمله میکنه، از آذربایجان و عراق حمله میکنه. یعنی مناطقی است که باید در دسترس موشک های میان برد و کوتاه برد ما باشه. و آنچه در مذاکرات وین عنوان میشه اینه که اگر شما ریگی به کفش ندارید، برای چی موشک بالستیک 4000 کیلومتر 3000 کیلومتر برد دنبالش هستید؟ درسته برای دفاع از کشورتون باید قدرت داشته باشید، اما این کار چجوری میشه کرد که جمهوری ولایت فقیه دست از مداخلاتش در کشورهای دیگه برداره؟ مثلا این کار احمقانه که حوثی ها رو تحریک کردن، کمک کردن شهر عمران رو بگیرن، چی شد؟ سازمان ملل از دولت یمن حمایت کرد و حوثی ها دارن دومشون رو کولشون میزنن و از شهر عمران میرن و میدونیم برای ایران چقدر خرج ور داشته. یا همین آتش بازی که در غزه شاهدش، درسته حماس منطق رو پذیرفت، اومد با فتح گفتگو کرد، قرار با هم گذاشتن، برنامه ریزی کردن، دولت تشکیل دادن. حماس چارچوب اون چی رو که به صلح منجر میشه پذیرا شد. ناگهان سه تا اسرائیلی جوان رو ربودن. دولت اسرائیل به دنبال اینا حمله کرد، به رام الله، به خلیل، به نقاط مختلف. جنازه اینها پیدا شد و من با قاطعیت بهتون میگم این ستم توسط جهاد اسلامی، کسی که جهاد اسلامی از پستان ولایت فقیه می نوشد، جهاد اسلامی و یه گروهی از حماس، همین دار دسته محمود زهار و اینا در این ماجرا دست داشتن. خب بچه های اسرائیلی کشتن، چند تا مجنون بیمار اسرائیلی هم اومدن یه جوون 16 ساله رو بردن زنده زنده آتیشش زدن. فضا رو ایجاد کردن برای جنگ. در این جنگ اسرائیل بازنده نیست، یه شهروندش هنوز کشته نشده ولی 200 تا فلسطینی بیگناه رو کشته، بچه و زن. دیروز یه فیلمی رو من نگاه میکردم از یک پرورشگاه عقب ماندگان جسمی و ذهنی، یک بانوی فلسطینی اونجا رو اداره میکرد،
هواپیمای اسرائیل اینجا رو بمباران کرد و نه اونجا موشک بود، نه حماس بود، نه کسی. این بچه‌های معصوم بیپناه، دو تاشون کشته، 6 تا مجروح شده بودن. و این زنی که اونجا رو اداره میکرد، این بانوی با شرف، اشک میریخ و میگفت این بچه‌ها چه گناهی کردن. یا اسرائیل میاد اعلامیه میندازه تمام اهالی این جلو این دهکده ها تخلیه کنن، کجا برن؟ تخلیه کنن کجا برن؟ اگر 4 نفر مزدور در حماس به دستور قاسم سلیمانی این کار رو میکنن، شما باید یه ملتی رو تنبیه کنین. اسرائیل بد داره برای خودش درست میکنه، تخم کینه رو داره در ابعاد گسترده. دیروز من تلویزیون های عربی رو میدیدم، بدجوری داره اسرائیل برای خود کینه رو داره میکاره. درخت کینه ثمرش داعشه، ثمرش بدتر از حماسه. حماس و ابو مازن کنترل کرد، داعش رو نمیتونه کنترل کنه. بسیار سیاست اسرائیل غلطه، بسیار سیاست غلطی است. یعنی درست داره تو دست جمهوری اسلامی و تروریستا بازی میکنه. اونا همینو میخوان، اونا نمیخوان آقای نتانیاهو بنشینه با ابو مازن قرارداد صلح ببنده. اونا دوست دارن که طرف آقای نتانیاهو داعش و حماس و اینا باشن و جنگ و خونریزی و کشتار و مردم. وقتی ببینید خیلی ساده است، وقتی بچه یک پدر رو نشون میداد، بچه 4 سالش رو کشته بودن، بغل کرده بود، زار میزد و نعره میزد و لعنت به آسمان و زمین. چجوری میتونه آدم، اون مادر اسرائیلی که 3 تا بچهش رو بردن کشتن، مادرای اونا، اون احساس و اون مادر رو میفهمه که بچه 16 سالش رو آتش زدن؟ آقای لیبرمن نمیفهمه اینو، آقای محمود زهار هم نمیفهمه. و یک دولت مرد مسئول آقای نتانیاهو نباید زیر فشار آقای لیبرمن و امثال هم اقدامات خشونت‌آمیز رو اصلا بندش رو رها کنه. نیروی زمینی به حماس به غزه بفرستن برای چی؟ از ابتدا شارون این تخم لغ رو انکاشت، یک طرف حماس چیز رو تخلیه کرد، غزه رو که بیفته دست حماس، گفت رقیب برای عرفات درست میکنه و نمیدونست که این کار به چه منجر خواهد شد. به هر حال بسیار اسباب تأسفه که داریم میبینیم خاورمیانه در چه شرایطی است. حالا هر طرفش هم من میرم میبینم بدتر از طرف دیگه است. یعنی شما با یک موضوع یک بحران روبرو نیستید. یمن رو براتون گفتم دیگه. و حالا حماس اومده برای اولین بار یه پهپاد هوا کرد، از این هواپیماهای پرنده بدون سرنشین که جمهوری اسلامی بهشون زد، که حالا حماس میخواد مراکز حساس اسرائیل رو شناسایی کنه. اینا هم البته اسباب خنده است. و اسرائیلیا سرنگون کردن. الان میدونید 170 فلسطینی تا الان که من دارم میگم کشته شدن، 400-500 نفر مجروح، یه جوان فلسطینی هم در شهر الخلیل اسرائیلیا کشتن و بسیار دردناکه. تلفات سنگین غیر نظامیان، صدای دنیا هم دیگه در اومده. تو هواپیما یک انگلیسی با من صحبت میکرد، برای اولین بار دیدم اینقدر عصبانی بود از این کارهای اسرائیل. گفت اینا چرا اینجوری میکنن، چرا بچه ها رو میکشن؟ و اسرائیلی ها خب میگن ادامه میدن، هنوز هم دارن تهدید میکنن، میزنیم و میکشیم. خب نتیجهش رو خواهیم دید. تصاویر این بچه های معصومی که زار میزنن بر جنازه پدر و مادرشون، 172 فلسطینی جان باختن، 1200 نفر زخمی شدن، که در میونشون 30-40 تا معلول هم هستن که دوتاشون هم کشته شدن، از این معلول هایی که در خانه های معلولین بودن، چند نفر از دیوان خانه، اینایی که مراکز روحی بودن کشته شدن و یه عده‌شون هم مجروح. صدها نفر از فلسطینی‌های شمال غزه از ترس حملات اسرائیل از خونه‌هاشون فرار کردن. شما چجوری فکر می‌کنید دادم واقعا چجوری اسرائیل دلش میاد یک کشوری که خودش رنج اسارت و درد و دیده؟ البته نه همه اسرائیل، اون اسرائیلی‌های واقعی، کسانی مثل بن‌گوریان، مثل خانم گلدا مایر، مثل
آقای رابین، این یا شیمون پرز، اینا فرق دارن با لیبرمن ها. یوسی بیلین فرق داره، خانم لونی فرق داره، این آقای لیبرمن و امثال هم که هیچ ارتباطی با خاک فلسطین ندارن، هیچ. من در یهودی بودنشون هم شک دارم، برای اینکه خیلی از اینا، البته نمیگم آقای لیبرمن ممکنه یهودی باشن، ولی خیلی از اینا من خودم شنیدم از بعضیا که با ارائه مدارک قلابی ادعا کردن که یهودی هستن، و اینا فقط به دنبال اینن که از مزایای اون کشور برخوردار بشن، یه خونه بهشون بدن توی کیبوت، توی آبادی نشین. ولی معلوم نیست این خونه زمینش مال اون فلسطینی است که 3000 سال خاندانش رو این زمین بوده، اونم زیتونشه که میکنن با بولدوزر که روش سیمان بریزن. به هر حال اسباب تأسف است. حالا باید راجع به بقیه رویدادهای خاورمیانه براتون صحبت بکنم، وسط رنگ کوتاهی خواهیم کرد و بعدش در خدمت شما خواهم بود با کلی مسائل راجع به عراق. جلسه پارلمان که بهتون گفتم حالا به شکل روزی شنبه افتاد به سه شنبه، به امروز، و ولی خیلی مسخره بود. حالا براتون میگم، یه دفعه طوفان و غبار بلند شد، هواپیما از اربیل نتونست بلند شد، در نتیجه بهترین بهانه نمایندگان کردستان هم نتونستن بیان. درنگ کوتاهی رو باز میکردیم، با ما باشید. با درود دوباره خدمت همه شما عزیزانم، این برنامه ها شسته و رفته میاد خدمت شما، در پس پرده نمیدونید چه خبره. الان من داشتم با علیرضا مهبودی عزیزم صحبت میکردم برنامه جور بکنیم که یه برنامه مشترک با هم بدیم، هر بار که من به این سوی جهان میایم چشمم به دیدار مهبودی عزیز و دوستان دیگر روشن میشه، یه برنامه معمولا با هم میگیریم. حالا گفتم که امیدوارم بتونیم برنامه رو راست و ریسش. خب یه سری بزنیم به افغانستان. در افغانستان همتون میدونید مردی وارسته به نام دکتر عبدالله عبدالله با تمام بیمهری هایی که در انتخابات گذشته بهش شده بود آمد در این انتخابات شرکت کرد. در دور اول او برنده انتخابات بود. فضای افغانستان مردی به نام حامد کرزای که به نظرم این لقب مردی با کیسه های پلاستیکی پر از دلار همیشه برای او خواهد موند، وقتی احمدی نژاد یکی از نوکراشو فرستاد تو فرودگاه برایشون پول ببره، نمیخواست که آقای عبدالله عبدالله رئیس جمهور بشه. جالب اینه حریف آقای عبدالله عبدالله هم در این میانه آدمی از اون آدمای دوریال و دهشه‌ای نبود، نه، یه آدم حسابی، اشرف غنی معاون دبیرکل سازمان ملل، مد کارشناس برجسته اقتصادی، در امور کشورهای دیگر بهش ازش کمک گرفته شد و یه آدم برجسته در هر حال. ولی تفاوتشون این بود که آقای دکتر عبدالله میکس بود، هم تاجیک و هم پشتون، مادر و پدر یکی تاجیک یکی پشتون، و بنابراین خیلی خوب بود این میتونست این قبیله گرایی و قوم گرایی و کوچه گرایی و محله گرایی که در افغانستان، تاجیکستان و اینجا هست و خیلی بده، میتونست بر این غلبه کنه. دور اول نذاشتن ببره، کما که در انتخابات قبلی نذاشتن، و او از دور دوم اومد بیرون چون براش مشخص شد برنده کیست. این دفعه اما موند. ناگهان اعلام شد که در این دور از دور قبلی تعداد بیشتری رأی دادن، برای دکتر عبدالله قابل قبول نبود. اما من وقتی پای حرفای استاد خلیلی نشستم و با کسان دیگری صحبت کردم، معلوم شد این بدشانسی دکتر عبدالله بوده که دور اول که برنده شده کلک زدن که او اعلام نشه به عنوان برنده، در دور دوم واقعا آقای اشرف غنی رأی بیشتری آورد. داستانش همین بود که پشتونا بسیج شدن، طالبان گفت همه برن رأی بدن، چون طالبان نمیخواد یه شخصیتی مثل دکتر عبدالله، یه آدم مدرن، سکولار، شیک، با اون بیان، با اون زبان، با اون نمیخواد، طالبان نمیخواد یه همچین شخصیتی باشه. کینه و دشمنی عجیبی هم با
جبهه شمال و زنده یاد احمد شاه مسعود و یارانش داره. پس بنابراین نباید او انتخاب میشد. اتفاقی که افتاد، آقای جانکری رفته صحبت کرده، آقای احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات گفته توافق میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله با پادرمیانی آمریکا و نماینده سازمان ملل بدون در نظر داشته مشکلات کمیسیون انتخابات صورت گرفته است. چه توافقی؟ آیا این توافق بر این مبناست که یک مقام نخست وزیری درست بکنن؟ یه چیزی که در زیمبابوه شاهدش بودیم، یا در گرجستان بیان مقام نخست وزیری ایجاد بکنن و این مقام رو بدن به دکتر عبدالله عبدالله با اختیارات زیاد. اگر یه همچین توافقی بشه، افغانستان نجات پیدا کرده، برای اینکه دو شخصیته که هر کدوم در حوزه خودشون دارای محبوبیت و نفوذ هستن میتوانن اولا طرفدارانشون رو آرام بکنن، بعد با کمک یکدیگر میتونن از این شرایط آشفته جلوگیری کنن که آشفته تر بشه و افغانستان وارد یه مسیر تازه بشه. آقای جانکری هم در گفتگوهاش باهاشون بحثش بر سر همین بوده که فردا قراره که این برنامه تکمیل بشه، فردا قراره بیان اعلام مشخصات رو بکنن، بازشماری انتخابات انجام بشه، ولی همه اینا به نظر من تغییری در نتیجه نخواهد داد و مطمئنن به نظر من آقای اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان خواهد بود. حالا میگم امیدوارم این توافق صورت گرفته باشه و این توافق آینده افغانستان رو در واقع از وضع بحرانی و نگران کننده‌ای که میتونه دوچار بشه، این آینده رو به شکل بهتری رقم بزن. حال بریم در عراق ببینیم چه خبره. در عراق اتفاقات زیادی افتاده. اولا آقای سیستانی رسماً گفتن مالکی نباید باشه و مالکی نباید باشه. حالا آقای مالکی زیر ای آقای سیستانی کیه که برای من میخواد برنامه ریزی کنه؟ من زیر بار آقای سیستانی، زیر حرف آقای سیستانی. عجب، تا دیروز آدماش علی موسوی و دیگران، حسین شامی و غیره، دم خانه آقای سیستانی بسیج نشسته، زیج نشسته بودن اونجا سر به زمین که آقا بپذیرد، چون حالا آقای مالکی مهر ولی فقیر رو داره، دیگه احتیاجی به اونا نداره. به هر حال تو این گیروداری چه اتفاق جالبی هم افتاد. یه پزشک سعودی، یه جوان که رفته بود تو سوریه که مثلا کار پزشکی بکنه، بعد به داعش پیوسته بود و عکس پرچم داعش دستش بود و مسلسل کشته شد. خانوادش مدعی شدن که این بر اثر بمباران هوایی آقای مالکی کشته شده و برادرش اومده بود تو تلویزیون العربیه فریاد میزد برادر من با زبان روزه شهید شد. گوینده العربیه میگه خیلی خوب، ولی عکس برادرتو داریم با داعش. میگفت نه خیر. اون میگه لا اله الا الله محمد رسول الله. مگه حرف بدی زده که اون دستش که؟ میگه آقا جان لا اله الا الله داریم، محمد رسول الله داریم، رو پرچم سیاه که باشه مال داعشه. عقبیه جناب علی هم این دستش بوده، پس وابسته به داعش. باز برادرم میگفت نه خیر، ما اخبار مستندی داریم که برادر ما رو خمینی چی ها شهید کردن. حالا از این چیزا هم آدم میشید با مزه است تو این جنگ و دعوا. خمینی و در واقع خمینی، حالا خدا رحمتش کنه، رفت، ولی شیعیان رو گذاشتن صفویه. ما صفویه شدیم چون صفویه ایران رو شیعه کرده. این سنی های تندرو میگن صفوی ها. اما یه اتفاق دیگه که جالب افتاد، آقای عزت ابراهیم دوری معاون صدام حسین یه پیامی داد که تسخیر بغداد نزدیک است. بذارید من یک مقدار راجع به این عزت ابراهیم براتون بگم. عزت ابراهیم که میگوین کارش توزیع آب بوده و در همون منطقه دور، این آقای عزت ابراهیم به حزب بعث پیوست و یار و غار صدام حسین شد. اول با حسن روبک نزدیک بود، بعد با صدام. و چون آدم با وجود که بعثی بود اهل سجاده و مهر و تسبیح دستش میگرفت و نمازخون و غیره، در کشورهای سنتی عرب او در واقع هرگاه صدام میخواست
یه نمایش اسلام گرایی بده، او رو میفرستاد. و در این حال گوین که طه یاسین رمضان قدرت بیشتری داشت به عنوان معاون نخست وزیر، ولی عزت ابراهیم از نظر تشریفاتی مقام بالایی داشت. معاون رئیس جمهور بود، معاون رئیس جمهوری بود و همینطور معاون دبیر کل حزب بعث. آقای عزت ابراهیم در جریان جنگ آمریکا علیه عراق موفق به گریز شد، رفت تو قبیلش، چون اینا به هر حال عشایری هستند که میلیون ها عضو دارن در سوریه، عراق، اردن، خیلی بزرگن. رفت و پنهان شد و بعد گفتن اون گروه نقشمندی ها که فرق میکنن با نقشمندی های ما، با پیروان زندیاد شیخ عثمان و فرزندانش، الان دکتر ماده جای پدر نشسته به نظرم در کردستان عراق، اینا یه موقعی در پل دختر خود شیخ اونجا منزلی داشت و چقدر با صفا، چقدر زیبا، هر سال هم یه بار میمد به تهران شاه رو میدید و بعد سفری به خراسان میرفت و با علما ارتباط داشت، با آقای شریعت مداری، خیلی خیلی مرد وارسته بود، مرد نازنین و چقدر چهره نورانی داشت، واقعا آدم میدید میفهمید که یک صوفی اهل خداست. اون نقشمندی ها فرق دارن، اونایی که با عزت ابراهیم هم. آقای عزت ابراهیم موقعی که صدام علیه کویت موضع گرفت، عزت ابراهیم مسئول مذاکره شد، رفت به عربستان سعودی، رابطش هم همیشه با سعودی ها خوب بود، رفت اونجا، از جانب کویت هم شیخ سعدالعبدالله نخست وزیر و ولیعهد کویت اومد در مذاکره. اینا شب نشستن با ملک فهد هم پادشاه سعودی و امیر عبدالله که ولیعهد بود، نشستن به مذاکره. عزت ابراهیم گفت کویت داره نفت ما رو میدوزه، میفروشه، میخواد ما فقیر بشیم، میخواد زنای عراقی خودفروشی کنن، از این شعارا داد. ملک فهد و امیر عبدالله گفتن آقا کویت حاضر 15 میلیارد از طلبی که از شما داره ببخشه و دست از این حالت بردارید، این نفت رومیسیه و از این حرفا درست نیست. آقای عزت ابراهیم گفت من میرم بغداد و جواب رو میارم با تشریفات. و همین حرف رو صدام به حسنی مبارک زده بود، اگه یادتون باشه در اون زمان صدام با زرنگی بعد از جنگ با ایران اومد در برابر شورای همکاری های خلیج فارس یه شورای همکاری های عربی درست کرد که عبارت بود از عراق، مصر، اردن و یمن، یعنی در واقع قطبای منطقه رو آورده بود در کنار خودش. بذل و بخشش بسیار، 50 تا مرسدس آخرین مدل به روزنامه نگاران مصری، روزنامه نگاران اردنی، به یمنی ها رو تویوتا پول میداد، چی کار میکرد، به مبارک کمک میکرد، همه اینا. وقتی که مبارک فهمید که صدام قصد حمله به کویت رو داره، بهش تلفن زد و گفت آقا نکن این کار، ما رو در برابر یه خطر و در برابر یه تصمیمی که دلمون نمیخواد قرار نده. صدام بهش قول داد در 24 ساعت این مسئله حل میشه و من حمله نمی کنم. هفت صبح تانک های صدام در کویت بودن. بسیار این به سعودی ها برخورد، به مصری ها برخورد، به اردنی ها همینطور، که همه در صدد بودن این کار از راه مسالمت آمیز حل بشه. حالا این آقای عزت ابراهیم بعدم در دوران به قول معروف بازسازی عراق، ایشون اداره حزب و اداره امور سیاسی رو به عهده گرفت، بعد از سرنگونی صدام هم شد نفر اول. عده از بعثی ها رفتن سوریه، او هم رفت و در اونجا با او بیعت کردن و او شد فرمانده بین العربی حزب بعث و همینطور گروه های مخالف آمریکا و دولت هایی که با سرنگونی صدام روی کار آمده بود. ایشون این دفعه یک نوار صوتی بیرون داده و در اون به عنوان دبیر کل حزب بعث صحبت کرده، دبیر کل حزب بعث عراق، و حرفایی که زده در واقع اشاره کرده که من دارم میام به بغداد، زمان فتح بغداد نزدیک است، و خیلی هم با قاطعیت، یعنی من گوش میکردم میدیدم که
آدمی است که احساس میکنه با پیروزی 4 قدم فاصله داره و این بسیار خطرناکه، یعنی این نوع احساس. و گفت که اونهایی که از مالکی حمایت میکنن اونا رو به توبه فرا میخوانم، توبه کنید و نگذارید که دست ما به شما ها برسه. پارلمان عراق هم که خدمت تو عرض کردم، جلسه ای که قرار بود روز یک شنبه برپا بشه و تو برنامه دیروز گفتم اجازه بدید من راجع به 3 شنبه حرف میزنم، در واقع جلسه تشکیل شد منتها در غیاب نمایندگان کرد که به علت وضع هوا نتونستن، حتی تو خود بغداد بعضیا نتونستن خودشونو به پارلمان برسونن. دکتر عیاد علاوی و گروهش هم در جلسه شرکت نکردن. البته سنی ها از نظر انتخاب نماینده خودشون به عنوان رئیس مجلس اونها چیز کردن، اونها در واقع فردی رو که میخوان آقای جبوری رو انتخاب کردن و مشکل فقط این است که کردها هم که میگویند آقای برهم ساله رو به عنوان نامزد رئیس جمهوری انتخاب میکنن، ولی آنچه که الان مشکل شده مسئله نخست وزیره. مالکی به هیچ وجه نمیخواد کنار بره. یک خانم حنان فتلاوی یکی از نمایندگان گروه آقای مالکی یک نواری ازش به دست آوردن که خیلی جالبه، داره میگه که بله، میگوید که بله، میگه سنی ها و گروه مقتدا صدر اینا نشستن خرابکاری های ما رو بگیرن، کردا هم که دشمن ما هستن، مجلس اعلای رهبرش حکیم هم اونا هم که دوست ما نیستن، بنابراین ما فقط خودمونیم، خودمون آقای مالکی، و باید هر جوری شده قدرت رو نگه داریم. و خیلی جالب آدم یه خانومی که با روسری هم توی پارلمان میاد و خیلی هم ادعای مؤمن بودن داره یه همچه حرفایی بزنه. آقای صالح مطلق معاون آقای مالکی، یعنی شخصیت سنی و معروف عراقی که الان هم خیلی از آقای مالکی دلخوره، آقای مالکی هم یه بار برنامه ریخته بود که ایشونو بذاره کنار، یک در نزدیک ابو غریب طرح کشتنش برای دومین بار کشف شد و جلوش رو گرفتن و آقای صالح مطلق داره از نظر سنی ها داره دودوزه بازی میکنه، یعنی نشسته ببینه تکلیف چی میشه بعد او اعلام بکنه با این وره یا با اون وره. خیلی بده تو عراق. ببینید یه نکته رو بهتون بگم، فقط شیعه ها رو نمیشه مقصر دونست، سنی ها هم مقصره، برای اینکه بعضیشون که به قدرت میرسن اتومبیل ضد گلوله و گارد و میلیون دلار پولی که در اختیارشون میگیره فراموش میکنن، مثل همین مقامات جمهوری اسلامی. آقای علی لاریجانی حالا رو با آقای علی لاریجانی 7-8 سال پیش مقایسه نکنی. آقای لاریجانی الان 2 میلیارد بودجه مخفی داره، بودجه سری داره، ماشین ضد گلوله، و به هر حال میخوام بهتون بگم که این آقا رو قاطی نکنید با اون آقای لاریجانی که قبلا میشناختیمشون، فرق میکرد. اون آقای لاریجانی خود چی میگن مناعتی داشت و سرش رو مینداخت پایین و خیلی هم ادا در نمی آورد. نکته دیگری که در این قانون احزاب در جمهوری اسلامی متوجه شدم که خیلی تلخ و دردناکه برای یک کشور، آقا چرا به محمد رضا شاه شما پس این حرفا رو می‌زدید؟ اون بدبخت که نمی‌گفت التزام به شاه، می‌گفتن قانون اساسی مشروطه، حالا التزام به ولایت فقیه مطلقه، تصویب مجلس شورای اسلامی، هر کس بخواهد در این توی قانونشون در ایران رسما حزبی تأسیس کند یا عضو احزاب قانونی شود باید به ولایت مطلقه فقیه التزام عملی داشته باشد. التزام عملیش هم آقای جنتی با وجب اندازه میگیرن که التزام عملی داره یا نه. البته بعضی التزام عملی دارن، یعنی قدیم ما به این معتاد هم گفته طرف عملیه، التزام عملی خیلی ها دارن، گفت به هر حال الناس و علادین ملوکه. خبرگزاری مجلس شورای اسلامی گفته بر اساس تصمیم روز دوشنبه مجلس التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه و عدم سوء پیشینه کیفری شرط عضویت در احزاب است. کدوم حزب
اون حزبایی که قربون ولی فقیه برن نایب امام زمان رو سرشون حلوا حلوا کنن، حزبی که در راه مردم و خدمت به مردم باشه معنی در جمهوری اسلامی نداره، چون حزب اگر واقعی باشه سکولار خواهد بود، حزب اگر معنا داشته باشه دموکراتیک باشه فرق میکنه. ماده 3 طرحی که تو مجلس تصویب کردن، حق فعالیت احزاب منوط به دریافت پروانه فعالیت نهایی می شود. نمایندگان هیئت مؤسس را موظف کردند در 6 ماه تاریخ صدور مجوز اولیه نسبت به تشکیل مجمع عمومی مؤسس برای تصویب برنامه اقدام کنند، در غیر این صورت مجوز اولیه باطل می شود. خوشبختانه ما در ایران ما قربش و هم حزبی نداریم. اولش حزب جمهوری اسلامی درست شد، بعد با هم دعواشون شد، آقای خمینی گفت اصلا منحلش کنی، کی کردن احزاب دیگه هم کادرهای سازندگی، آقای خاتمی میاد میخوان حزب درست کنن نمیذارن، مثل آقای بنی‌صدر بیاند یه گروه درست میکنن که هوادار خط آقای خاتمی باشن، حزب همبستگی، حزب نمیدونم فلان، این حزب هم همشون سراپا یکیه، یا دست به سینه خدمت آقای رفسنجانی هن یا دست به سینه خدمت آقای سید علی آقای خامنه ای. معنی حزب هم در ایران اصلا معنی نداره. آدم واقعا احزاب رو میبینه، مثلا تو بریتانیا احزاب سابقه دارن، اعتبار دارن، ولی قربونش برم در مملکت ما از این حرفا نیست. در کشور جمهوری ولایت فقیه حزب معنی نه، حزب فقط حزب الله، رهبر فقط سید علی، اینم باید یادمون باشه. آقای اومد خبر، آقای جانکری هم اومد پس از دیدار 3 جانبه گفته به سختی در حال کاری، به سختی در حال کاری. بله خیلی جالبه. کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا هم بالاخره بعد از سالها گفتن باید نقشمان را در کودتای 28 مرداد بپذیریم. حالا چی شده الان دوباره 28 مرداد؟ آقا ول کنید ما را، سر جدمون ولمون کنید، بذارید 28 مرداد تو همون تاریخ نوشته بشه. من نگاه میکردم همین جنگ و دعوایی که راه افتاد بر سر کتابی که آقای میرفتروس نوشته بود، علی میرفتروس، و کتابی که آقای محمد امینی در پاسخش نوشت و مسائلی که بود، من واقعا به هر دو کتاب رجوع کردم و ایراداتی بوده که درسته از نظر پس و پیش شدن تاریخ و جاش و غیره، ولی واقعا من فکر نمی کنم میرفتروس وقتی کتابشو نوشت با کینه نسبت به دکتر ما، چون اصلا چنین آدمی نیست و او خودش در جوانی آدم چپ بود، علاقه من به، اصلا فکر نمی کنم با دشمنی و عداوت نوشت. اگر حالا یه جاهایی اشتباه شده یا تاریخ پس و پیش شده اونا پیش میاد، تو همه جا آدم در چاپای بعدی اصلاح میکنه، ولی دشمنی نبوده. و محمد امینی هم همینطور، پدر یکی از پسر یکی از وارسته ترین آدمایی است که در کنار دکتر مصدق بود، که من هم او و هم خواهرش رو میشناسم و پدر نازنینش رو دیدم، چقدر به من محبت داشت، در واشنگتن رفتم منزلشون. و این آدم نصرت الله امینی علاوه بر اینکه شهردار تهران بود، وکیل دکتر مصدق بود، بعد از انقلاب استاندار فارس شد و او بود که جلوی جنایت خلخالی رو گرفت که میخواست تخت جمشید رو ویران بکنه. در حال دلم میخواد این بحث‌ها و گفتگوها از حالت عداوت شخصی بیرون بیاد، حالت منطق رو ما یاد بگیریم، با منطق با هم روبرو بشیم، با آرامش، بدون عصبانیت، بدون توهین به هم دیگه. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما عزیزانم را به پروردگار عاشق می سپارم.